گزارش های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان ها و شهر کارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور بود از گیری سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه که در اختیار داریم، در باره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد. نیزوهوی نزدی سرحدی در منطقه ورخ جمهوری تاجیکستان 5 سال است که ادامه دارند. مناقشه ها در مرز تاجیکستان و قرغیزستان با بستن راه، آتش زدن منزل ها و لاتوکو باورد رساندند. گفت و شنید میان دو کشور هنوز هم ادامه دارد و تا کنون جانب ها به یک مقصد معین نرسیدند. نیزو و مناقشه های مرزی در زمین های بحثی همانو ادامه دارند و حتی در بعضی موارد از یاروق آتش فشان استفاده برده می شود. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش قمر احرار. تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند که 519 کیلومتر آن تقسیم شده است و خلاص. باقی مانده زمین های بحثی از ناحیه های اهالی نشین ولایت سعودی تاجیکستان می گذرند. پر حل نشدن مسئله تقسیم مرز به زندگی ساکنان مناطق نزدیک سرحدی تاثیر منفی می رساند. مناقشه های مرزی تا جای رسیده که امسال جانب ها از یراق استفاده بردند. همین طریق اولین حادثه تیرپرانی روز 6 ایول در مرز تاجیکستان و قرغیزستان صورت گرفت که در نتیجه بابا میرزا میرزایف ساکن 18 ساله جماعت چارکو کشته و یک مرزبان تاجیک جراحت برداشت. آن زمان جزئیات مرگ این ساکن چارکو را که از تیر مرزبانان قرغیز کشته گردید از بی اطاعت عبور نمودن مرز معنی داد کردند. کامل رحیموف ساکن دهه خواجه اعلی جماعت چارکو و سابق دایرکتور مکتب این محل میگوید که زمان خوانندگان مکتب برای تجربه آموزی صحرایی به صحن و اطراف زمین های مکتب می برآمدند، ولی حالا این جای ها را مرزبان های قرغیز احاطه کردند. من این بالای مکتب 24 دهه موبه اونجا حتی نامش هم از کمپر دیوالات میگن پاش خانه گفتنی جا هست. همین جاها همش به ما تعلق داره، لیکن حاضر قرغز ها من وقت آخر به اومده اونجا به سرحدبان های هم قرغز ها اونجا مشق های تاکتیکی میگذرونن، یراق و اسلحه و افتمات و تانک ها کتی. طلبه های ما پیشتر همینجا برآمده لاله چینی میکردن ایدی نوروزانه، حاضر اونجا به برآمده هم بینید. من میمونم از اون تریتوری، اینجا تریتوری ما میگم. مناقشه ها اکثرا در قلمرو دهه چارکو که منطقه بحثی به حساب می رود به عمل می آیند. عبدالصبور عبدالوهاب ساکن شهر اسفره محض نامعینی مرز دولتی را سبب رخداد مناقشه های مرزی می داند. از خود اسفره اگر شخص تا ورخ رفته می شود 4 بار از مرز قرغیزستان می گذرد، یعنی که تا حاضر همین مرزبندی بین تاجیکستان و قرغیزستان در سطح حکومت جمهوری حل نیافته است و هر سال از روی مشاهده مردم جنوب تاجیکستان بسیار اذیت می کشند. اساسا جنجال بین تاجیکان و قرغیزان در مورد تقسیمات آب و بحث مرزی رفته می ایستد. روز 25 ایول سال جاری حادثه ناخوش سنگزنی میان ساکنان نزدی مرزی دهه سامانیان اسفره و کاکتاش بادکند صورت گرفت. در پی این حادثه دو ساکن اسفره زخمی شد. حادثه طور سر زده است که وقتی ساکنان دهه سامانیان اسفره خواستند قبرهای آبگذر را برقرار نموده شرایط آبیاری کشتزارهایشان را بهسازند، ساکنان بادکند قرغیزستان یک باره به سنگزنی آغاز کردند. میگوید بدرالدین شراپوف رئیس جماعت چارکوه اسفره. آنها در این موضع مزار و سامانیان جماعت چارکو را ساخته سادند. دو قبری که از جوی مو میگذرد و قبر وادخوز بلند است. داست ما همچن همسایگی با بابا اجازه دادن که روحشون را سوزن، ما قبره کنده طرف برای جوبه مون آوا آمده. این قبره ما گفته با سرحد بانون و با وحای قدرتی با صبر و با همه خیل با آمده آدم های مورده باید برده یک روز یک زمینسوز جماعت یک سود که گربه یک آن اساس گرفگان گرفتن، گفتن که تا تروبه آوره بجوش نمیموند ما باید آزاد نمیکنیم. گفتن با این هم بادی مناقشه های نزدی مرزی میان اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان خاموش نشد. تاریخ 4 اوگوست در دوام مناقشه از سلاح آتشفشان، یراق شکاری و کوکتل های مولوتوف استفاده برده شد که در نتیجه 6 نفر زخمی گردیده، 2 نفر آنها با جراحت های وزنین در بیمارخانه محلی بستری کرده شدند. قبل از رخداد این حادثه ژنرال رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان با رئیم بردی دوشنبیف سردار خدمات مرزبانی قرغیزستان ملاقات کردند. آنها به این سازش رسیده بودند که منبعد در رخداد مناقشه های مرزی به هر دو جانب از استفاده سلاح کار گرفته نشود. میگوید نعمت الله میرسعید کارشناس در امور مرز. مناقشه
جدیت جای داره. طرف قرغیزستان خیلی اونها یکبونه به همین مسئله مناسبت میکنن و میخوان که هر چقدر در وضعیتی که مقام همین زمین ها معلوم نیست بیشتر برد به دست آره. افسوس که طرف تاجیکستان روحی همون مصالحه کوری پیش گرفته است، بسیار وقت این برضراری اهالی محلی میشود. ما البته میفهمیم که امروز برای تاجیکستان مناسبت های دوستی همکاری مخصوصا با قرغیزستان خیلی مهم است، زیرا مناسبت ها با دیگر دولت همسایه ازبکستان تیزستان است. من گمان میکنم که این مسئله رو باری دیگر در سطح بلند با اشتراک رهبران جمهوری دیده برآمدن لازم است. بابا جان اکرامف کارشناس مستقل میگوید در شرایطی که ساکنان هر دو جانب از لحاظ اجتماعی و اقتصادی زیاد تنقیصی ها میکشند، ظاهر نشدن توجه از سوی سران هر دو کشور به مسئله تقسیم مرز و از این هم پیچیده تر شده احتمال به رخداد نزاع بین دولتی باعث خواهد شد. در حالی که هم در تاجیکستان و هم در قرغیزستان مسئله زمین و تامین مردم تاجیکستان و قرغیزستان با منزل امروز یکی از مسائل مبرم هست و همچنین تقسیم آب، ما گفته می توانیم که اگر هر چه زودتر به سر این مسئله برنگردند و از نگاه سیاسی این مسئله حل و فصل خود را نیابد، متاسفانه آن می تواند باعث سر زدنی مناقشه بین دو کشور گردد. بعد پاشخوری اتحاد شوروی مسئله تقسیم مرز به یکی از پرابلمه های عمده جمهوری های آسیای مرکزی باقی ماند و تا کنون این مشکل همچنین حل نشده باقی مانده است. نواحی ولایت سود تاجیکستان با یک قطار ولایت جمهوری های ازبکستان و قرغیزستان هم سرحد است. در این مناطق انانه ها به هم آمده اند، زیرا آیله ها از هر دو جانب بنیاد شده اند. امروز روزگار و همدیگر فهمیشان به هم ریخته اند، چون که چنین نامعینی باعث هر لحظه برخورد ها میان ساکنان عادی و سرحد آنان این جمهوری ها می گردد. خمری احرار ولایت سغد. سامیانی گرامی، این بودن همه چیزی که می خواستیم امروز برایتان رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوی نیکوسی جنگ و سلحی بریتانیا مده شده است. باش می بودم من فرزانه عبدالخیز. گزارش و دیگر مواد خوندنی موروش نمی توانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.az و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دست رست نموید. خیر و با میخویم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما در باره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.